رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو همراه ما شدن. آقای حاجی حسینی، این روزها شاهد هستیم که همه دارن انتقاد میکنن وضعیتی که در خوی ما شاهد هستیم. آیا واقعا نهادهای امدادرسانی در جمهوری اسلامی کارایی خودشون رو از دست دادن؟ چرا اینقدر شلخته است این جریان؟ اینطور به نظر میرسه. به نظر میرسه که این نهادها هم بچه ایدئولوژیک و بچه سیاسی پیدا کرده فعالیت‌هاشون و به همین خاطر عملا نمیتونن اون کارایی لازم رو داشته باشن. من فقط یک نکته رو عرض کنم درباره این صحبت‌هایی که پخش شد از معاون اول آقای رئیسی. این هم به نظر میاد که بازی رسانه‌ای است. یعنی او قبلا هم دیده این که آقای مخبر وقتی روغن نبوده رفته در یک سوپرمارکت ایستاده گفته چرا روغن نیست و تا ساعت فلان باید اینجا روغن بیاد. و یعنی عملا ارائه یک تصویر از مسئول خوب و دلسوز از ایشون، در واقع کارهایی که اتفاق میفته، اون چه که انجام میشه کار رسانه ایست، کار تبلیغاتی است، فقط پروپاگانداست. اینکه در رسانه ها و در اخبار گفته بشه که به این در واقع آسیب دیدگان کمک شده یا نیازهای اونها برآورده شده یا تلاش میکنه دولت که این اتفاق بیفته، از این سطح فراتر نمیره. یعنی شما میبینید که در رسانه های جمهوری اسلامی این نمود داره ولی مشکلات بر جای خودشون باقی است. اساساً دولت آمده دست مردم، دست نهادهای مردم، نهاد مستقل رو قطع کرده از کمک رسانی، نهادهای جایگزین خودش رو، مردم نهادهایی که در واقع دولت ساز هستند رو، اینها رو تلاش میکنه تبلیغ بکنه، مجال فعالیت بهشون بده. ما ماجرای جمعیت امام علی رو داشتیم که آمدند به اون طریق و ترتیب بستند و جمعیتی موهوم به اسم امام رضایی ها رو تلاش کردن جایگزینشون بکنن. نمونه ها بسیاره. آنچه که به طور مشخص شاهدش هستیم در این گسست اعتماد میان دولت و ملت، مردم هم دیگه نمیتونن، یعنی حساب بانکی اعلام میکنه کریم باقری حسابش مسدود میشه، عملا دولت میخواد اختیار کار رو. آقای حاجی حسینی، الان تصاویر داره پخش میشه، کرامت زلزله زده ها کاملا زیر سوال رفته با این وضعیت امدادرسانی. چرا وقتی دولت خودش ناکار آمده پاپس نمیکشه، نمیذاره نهادهای غیر انتفاعی، گروه های مردم نهاد بیان و حداقل یک سر و سامونی بدن به این جریان، از چه میترسه؟ خب امکان این که اون وقت کار تبلیغی بکنه روی اینکه همه چیز به جای خودش و برقراره نخواهد داشت. ما الان می‌بینیم که هلال احمر ترکیه هم اعلام آمادگی کرده بود که کمک بکنه، دست رد به سینه‌شون زدن. در ماجرای کرونا ما داشتیم که فرمانده کل سپاه خطاب به آمریکا میگفت که ما میایم به شما کمک میکنیم، ما نیازمند کمک شما نیستیم. یعنی اگر قرار باشه فضا باز باشه، امنیتی نشه، امکان حضور باشه، امکان نظارت باشه، خب در واقع فاجعه ای که دولت تولید کرده، ایجاد کرده، خیلی بیشتر قابل رصد و قابل گزارشه. به همین واسطه هم ما میبینیم که اساسا در مناطقی که با بحران های اینچنینی روبرو میشن، فضا امنیتی میشه، قرنطینه میشه، اجازه حضور به افراد داده نمیشه و چنان که عرض کردم برای اینکه بتونن کار تبلیغاتی بکنن حتی مانع میشن از اینکه کسانی که واقعا کار و کمک از دستشون برمیاد حاضر بشن. یک نکته و موضوع مهم دیگر هم فساد سیستماتیک و نهادینه شده است. اینکه این کمک های مردمی رو عملا دست اندازی میکنند یا به هر حال در این سلسله ای که باید طی بشه تا به دست کسی که به اون نیاز داره برسه، افرادی، ارگان هایی حاضر میشن که اینها رو به ترتیبی بلوکه میکنند. ما میدونیم که در سابقه سپاه پاسداران چنین اقداماتی وجود داره و این وضعیت در نهایت مردمانی رو که دچار چنین آسیب‌هایی میشن با مشکلات عدیده روبرو میکنه. رضا حاجی حسینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.